تیم ملی بورکینافاسو رو در دیدار دوستانه‌ای که در کیش مقابل ایران برگزار میشه همراهی کنن. گلاس اونجا میرن که توپو لو بدن، شهریار مغالو گرفته توپو میره برای محمد محبی، بریم برای گل اول. توپی که رد شد اونجا، مهدی طارمی، اولین کورنر برای ایران. اشتباه مدافعان بورکینافاسو، شهریار مغالو بود که ناگالو گویبره بازم توپشو گرفتن بچه های ما. سعید زکلایی پرس عالیه بچه ها تا اینجا خوب جواب داده. محمد محبی گارد شوت میگیره، زرداشت رو هم میزنه، توپش با اختلاف به کنار دروازه میره. مهدی طارمی عقب میاد، توپ میگیره، کمک میکنه به بازی سازی ما. ببینید چقدر تاثیر داره این حرکات مهدی. میلاد محمدی از چپ ارسالش انجام میده، این شوت میتونه گل اول ایران باشه. عکس العمل کناته که توپو به کورنر میفرسته. از کجا خودش شروع کرد، مهدی حرکت کرد، پاس داد میلاد، توپ دورم خودش گرفت و ضربه‌ای که با این عکس العمل به کورنر فرستاده شد. بازم بچه ها میان پرس میذارن روی بازیکنه حریف، این بار توپو در رو بردن از اون پرس. تاپ سوبا حرکت به سمت دروازه ایران، بانگاره به چپ میاره، عریض جنبش قرار گرفت مقابل یار حریف، پشت محوطه میخواد شوت بزنه. سعید زکلایی درگیره با حریف، ارسالی که انجام میشه در اون محوطه ایران و علی رضایی که بیرون میاد و توپو در اختیار میگیره. یه برخوردی هم داشت باش اونجا مهاجم بورکینافاسو. از این صحنه ها که اتفاق میفته دلمون میریزه که توی این فاصله کم و توی این بازی دوستانه هیچ کدوم از بازیکنهای تیم ملی با مصدومیت روبرو نشن. برخوردی که اونجا تاپ سوبا داشت با علیرضا بیرانوند، اینجا رفت رو پای علیرضا. اوه 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 پاشو قشنگ دوباره عقبتر، جایی که آخرین نفر در زمین ما توپو میسپاره به حسین کنعانی. سامان قدوس یه لحظه از پشت سر اومدن، هر طوری هست میخواد متوقف کنه یار حریف و بعد جای توپ لو رفت. این ضربه ای که زده میشه گل برای بورکینافاسو، توپ لو بره میتونه اینجوری خطرناک باشه برای خط دفاع تیم ملیمون. بعد جای توپو لو داد سامان، هر چقدرم تلاش کرد هر جایی از لباس حریفم کشید که حرکت نکنه، اما این توپ رسید و ضربه‌ای که زده شد و در نهایت باز شد دروازه ایران. توپ اول به تیرک برخورد کرد و بعد به تور دروازه چسبید. محمد کناته زننده اولین گل بازیه. کنانی منطقه بازی عوض میکنه به چپ، خوب بود پاس کنانی، استوپه در حرکت میلادم خوب بود، درون محوطه پاس رو به جلو و توپی که میتونه تبدیل به گل بشه برای ما. نه فکر کردم شهریار زد توپ رو رفت تو گل، اما رد شد، توپ رسید به علی جهانبخش. چقدر خوب بود استوپه در حرکت میلاد محمدی، اینجا پر تعداد در محوطه، اینجا یه لحظه فکر کردم زد شهریار توپ، اما نه، توپ رسید به جهانبخش و تکمیل شد با حضور قائدی طارمی و محبی. دوتاشون الان فیکسن رو دارن بازی میکنن برای ما. پشت دفاع ایران بیوم میاد، علیرضا به ایران وند و توپو در اختیار میگیره. نفر اول ما که پشت ضربات کورنره سامان قدوسه، بازم ارسالش این بار کوتاه به تیر یک، این ضربه ای که زده شد و حالا چه توپایی میگیره امروز هلال کناته، در شرایطی که کمک اول آفساید هم اعلام کرد، ولی این دومی توپی بود که از مهدی طارمی گرفت. اینم آره بازم از مهدی طارمی گرفت توپ، کناته نه توپ به تیرک خورد. اصلا تو همین دیماه در جام ملت‌های آفریقا باید بازیکن از 23 دیماه اون بازی هم در ساحل آج شروع میشه، اونا 26 دیماه اولین بازیشون رو با موریتانی برگزار میکنن، ما هم که اولین بازیمون با فلسطین. علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی، گل اول. نه بازم گرفت توپ هلال کناته، این دفعه دیگه میتونیم بگیم که چه توپایی داره میگیره از بازیکنای ما. برای دومین باره که مهدی رو ناکام میذاره در امر گلزنی. اینجا یک و دوی جهانبخش و طارمی زد ضربش و مهدی توپی که با پا گرفت این بار کناته.
کورنر اون سمت هم سامان قدوس رفته تا ارسال کنه. بلند درون محوطه حریف، ضربه که میزنه شهریار مقلو و حالا گل، سومیش رفت تو گل. مهدی طارمی، مگه میشه این روزا توی بازی گل نزنه مهدی؟ یک یک مساوی. الماس بوشهری خط حملمون گل میزنه برای ما. سومین توپه که تو این بازی بهش رسید، چسبید به تور دروازه بورکینافاسو. شادی آقایان و خانم هایی که در ورزشگاه حضور دارن، استقبال فوق العاده ای داشتن از این بازی و حالا جشن میگیرن گل اول ایرانو. این سر از زد شهریار، خودش توپ زد، رسید توپ به طارمی، اونطوری دیگه دروازه رو باز کرد شماره 9 ما مهدی طارمی. تا باشه ببینیم از این گلها از مهدی چند روزی که تو جام ملت‌ها تو پشت سر میلاد محمدی بهش میرسه. جهانبخش فرار کرد از تکل بازیکن حریف محبی. مهدی طارمی از راست رفته صادق محرمی، خود مهدی، میلادم فضای خوبی داره. حرکت مهدی طارمی، خودش تک و تنها به قلب دفاع حریف میزنه. شهریار مقالو چه تلاشی میکنه برای گرفتن توپ و حیف که این توپ به گل دوم ما تبدیل نشد. این وقتایی که ول کنه توپ نیست شهریار مقالو، واقعا بازیش لذت بخش میشه. تک زد و توپو نگه داشت در محوطه جریمه حریف، پاس در عرضش که با بدشانسی به محبی نرسید. شهریار مقانلو درگیر در هوا و سوت پایین نیمه اول که به صدا در اومد. یک یک مساوی. استراحت کوتاهی میکنیم و همراه با آقا محمد رضا احمدی و همکارانم حیفه که یاد نکنیم از مرتضی پورعلی گنجی که میتونست تو این لیست باشه ولی مسئولیت بد موقع گریبانشو گرفت. کریم انصاری فر پشت محوطه جریمه، شوت از امید ابراهیمی که در اختیار هلال کناته قرار گرفت. احسان آیصفی چپ با پشت توپ تا ارسال انجام بده به محوطه جریمه شلوغ بورکینافاسو. حالا این کارو انجام میده و توپی که چجوری در دستان هلال کناته قرار گرفت، در اتفاقی ترین حالت ممکن توپ اومد و در اختیار این دروازه بان قرار گرفت. ببینیم اینجا با هم دیگه. از راست توپو گرفته آریا یوسفی، رضا اسدی چه دامی قشنگی، بزن مهدی قائدی گل دومو. اینقدر دامی قشنگ بود، حیف که اینم گل نشد. چقدر خوب بود توپو رها کرد. اینجا رضا اسدی از پشت اومد، مهدی قائدی ضربش رو هم زد، اما بازم این آقای کناته است که امشب انگار قصد نداره به راحتی گل بخوره. دروازه‌بان خوبی نشون داد. کم کم داریم نزدیک میشیم به محوطه حریف. توپو گرفت اونجا آریا یوسفی، با سرعت حرکت میکنه، خودش هم میتونه ضربه رو بزنه. بعد چند دقیقه تونست بلند شو به کار ادامه بده. احسان آشزفی بلند، توپ رد شده از همون، رسیده به علی قلی زاده با تعداد نفرات بالا درون محوطه جریمه حریف. ضربه کریم انصاری فر، توپی که برگشت داده میشه، حالا گل دوم. امید ابراهیمی گل میزنه و میره سمت تماشاگرا. امیدم بازگشتشو با شکوه چشم میگیره به تیم ملی. گل دوم از امید ابراهیمی. خوشحالی تماشاگران حاضر در ورزشگاه. به بازی برگشتیم و حالا 2-1 پیش افتادیم. این شادی گلم که در آستانه جام ملت‌ها، یعنی امید داره به همه خبر میده که داره پدر هم میشه. امید ابراهیمی هافبک تیم ملی کشورمون چه استوپی کرد و با پای چپ چه زد. گرفتن توپو بردن به چپ. سدریک بادولو خودش توپو در اختیار داره، با پای راست ضربش رو هم زد و توپش خطرناک از کنار دروازه پیام نیازمند به بیرون رفت.
substitution for Burkina Faso. سه تا تعویض دیگه هم بود که داره انجام میده. بانس حضور داره. کنارش سانگاره. حرکت خوب اونجا از بازیکن بورکینا فاسو. پرچم رفته بالا. پرچم رفته بالا. توپم گل نشد. پرچم زد کمک اول. ببینیم اینجا با هم دیگه چه اتفاقی افتاد. خیلی نبود فکر کنم. پرچم رفت بالا، توپم البته گل نشد. ضربه آخرش چون زد بالاخره بازیکن بورکینا فاسو.